السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان گرامی و شنوندگان ارزشمند، برادر شما حافظ ناصری شهروان تاجیکستان، میخواستم که به آمد آمد عید سعید فطر تمام شما را تبریک گفته و از صمیم قلب دعاگوی اینم که الله جلال این روز پربرکت را بهترین روز برای ما و شما بگرداند. و در این ویدیو میخواستم طریقه نماز عید را به بینندگان خود برسانم که این نماز عید در مذهب امام ابو حنیفه واجب است و دو رکعت است. چگونه که دو رکعت نماز دیگر میخوانیم، همین گونه دو رکعت نماز عید میخوانیم. یگان فرقیت ندارد از نمازهای دیگر، فقط همین که شش تکبیرات در این نماز زیاد است. طریقه نماز خواندن نماز عید همین است که وقت نماز عید از برآمدن آفتاب، از طلوع آفتاب تا زوال یا تا داخل شدن وقت نماز ظهر است. و نیت کردن نماز عید همین است که نیت کنیم، نیت کردم بگذارم در رکعت نمازی واجبی نماز عید سعید فطر یا عید اضحی، هر دوشان واجب هستند. قدم عیدی باشه همو را نیت میکنیم و با تکبیرات زائده آن نیت کردم بگذارم در رکعت نماز واجب عید سعید فطر با تکبیرات زائده آن در عقیب امام حاضر، متوجها توجه به کعبه شریفه، خالصا لله تعالی الله اکبر. وقتی که الله اکبر گفتیم سنا را میخونیم چگونه که در دیگر نمازها هم سنا را میخوندیم. سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. بعد از این، بعد از سنا و پیش از این که ما سوره الحمد بخونیم، سه مراتبه تکبیر میگیم. بعد از سنا و پیش از الحمد سه مراتبه ما تکبیر میگیم. تکبیر زائده یعنی سه تکبیر در رکعت اول و سه تکبیر در رکعت سونی. الله اکبر دستور در نرمی گوش میرسونیم و دستور با خوی میکنیم. دیم تکبیر الله اکبر میگیم با دستور خوی میکنیم. سیم تکبیر ما همین گونه الله اکبر میگیم و سیم بار دستور میخوابیم. دستور میخوابیم اگر امام باشیم سوره الحمد بلند میخونیم و بعد از سوره الحمد یکون سوره دیگر را میخونیم. همین گونه بعد از این بر رکوع سجده و دو بار سجده و دیم از سجده میخیزیم، دیم رکعت سر میشود. دیم رکعت هم همین مانند دیگر نمازهاست، فقط همین که سه تکبیر در این موضوع زیادتر میگیم. وقتی برای دیم رکعت از نماز خیستیم، از سجده خیستیم، دستور را بستیم، بسم الله گفته مخفیانه، یعنی که با آواز پس بسم الله گفته الحمد خونیم. بعد از الحمد یگان سوره دیگر میخونیم. بعد از سوره که یگان سوره خوندیم، پیش از رکوع سه مراتبه دیگر تکبیر زائده که واجب هستن میگیم. الله اکبر امام میگه، ما هم قطعیش دستور ما هوش میکنیم، به نرمی گوش ما میرسونیم و بعد از او هوش میکنیم. با دیم بار الله اکبر گفته دستور هوش میکنیم، با دستور هوش میکنیم. سیم بار همین گونه الله اکبر گفته دستور هوش میکنیم، باز هوی میکنیم. چهارم بار راستگی بر رکوع میریم. بعد همین گونه نماز باقی مونده شد، مانند دیگر نماز ها میخونیم. بعد از نماز که سلام داده شد، امام میخیزه خطبه میگه. خطبه واجبه، چگونه که نماز واجبه همین گونه خطبه واجبه و شخصی که خطبه را نمیشنوه و مکمل ثواب نمازی عیده نگرفته. از این خاطر تمام علما میگن که باید انسان نشسته خطبه را به تمام تا آخرش بشنوه، بعد از او بخیزه بروه. این به طریقه نماز عید فطر یا عید اضحی. خدا کنه که همه ما و شما در هر جایی که باشیم توفیق ادا کردن نماز عید نصیب بشوه و خداوند تمام کارهای خیر توفیق برای ما نصیب کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.